I curdi combattono in prima fila oggi con la coalizione occidentale che ha messo su Obama, ma combattono anche nella speranza di poter realizzare il loro antico sogno di poter avere uno Stato indipendente. I'd like to start by thanking Mr. Stefano Marcelli. مایلم که سخنانم را با تشکر از آقایان استفانو مارچلی و احمد رأفت و شهر زیبای فلورانس که میزبان این رویداد هستند آغاز کنم. The siege of Kobani goes on as we speak. درست در شرایطی که ما مشغول صحبت هستیم، محاصره کوبانی ادامه دارد. حمله وحشیانه و بیرحمانه و مقاومت قهرمانانه کردهای سوریه در کوبانی افکار جامعه بین‌المللی را زیر و رو کرده و یک بار دیگر کردها و رنج و محرومیت آنها را به سر تیتر اصلی گزارشات رسانه‌های جهانی تبدیل نمود. همین دو ماه پیش بود که شهر شنگار یا به آن صورت که در زبان عربی تلفظ می شود سینجار در کردستان عراق به دست نیروهای دولت اسلامی یعنی داعش افتاد. رفتار وحشیانه این گروه تروریستی با کردهای ایزدی به سر تیتر اخبار تبدیل شد و جهانیان را متاثر از خود ساخت. Kurdish history is marked with human tragedy. تاریخ کردستان با تراژدی‌های انسانی گره خورده است. تعجبی ندارد که کردها خود را قربانی تاریخ و ملتی بنامند که به جز کوهستان‌هایش دوستی ندارد. کردهای ترکیه و ایران نیز استثنا نیستند. دهه‌های متمادی مملو از انکار هویت ملی و سرکوب مطلق کردها در ترکیه که با کشتارهای دست جمعی و تخریب روستاهای آنها همراه بوده است یک حقیقت شناخته شده است. با وجود بهبود شرایط در طول 10 سال گذشته دخالت قاطعانه ترکیه به منظور دفاع از کردها بر علیه گروه تروریستی دولت اسلامی به سود منافع بلند مدت ترکیه و پروسه صلح در این کشور خواهد بود. Against the IS terrorist group. Less known, however, is the suffering and the harsh violations of human rights of Kurds in Iran. اما آنچه که همتر بدان پرداخته شده رنج و نقض وحشیانه حقوق بشر کردها در ایران می باشد. کردها در ایران نیز بیش از 30 سال قبل محاصره ویرانگرانه شهرهایشان توسط رژیم اسلامی را تجربه کردند. در جولای 1979 و تنها چند ماه پس از انقلاب خمینی فرمان یک تعرض گسترده به کردها را صادر کرد. این یک حمله وحشیانه بی جهت و ناعادلانه بود که با قتل عام های سازمان یافته متعدد، اعدام های بیرویه، تجاوز به زنان و دختران همراه شد. خمینی و رژیم اسلامی وی در این جنایت به همان مرتبه دولت اسلامی جدید، افراطی و وحشی بود. تا جایی که شاید بتوان آنها را نسخه شیعه این نیرو نامید. In Syria, the priority should be the destruction of the Islamic State. در سوریه اولویت باید نابودی حکومت اسلامی باشد، اما نباید بشار اسد را به مثابه بخشی از راه حل به حساب آورد. با رژیم اسد باید توسط ایالات متحده و ائتلاف گسترده برخورد شود. برخورد با این رژیم باید بخشی از یک راه حل جامع را تشکیل دهد. هدف نهایی باید نیل به یک سوریه آزاد و دموکراتیک با قدرت تحمل و آری از فرقه‌گرایی باشد، جایی که به حقوق تمامی اقلیت‌های ملی و مذهبی احترام گذاشته شود. کردهای سوریه برای مدت زمانی طولانی در یک حالت برزخ زندگی کردند. آنها در چنگال دیکتاتوری خاندان اسد دچار رنج و محرومیت بسیار شدند. صدها هزار تن از آنان حتی به عنوان شهروند به رسمیت شناخته نمی شود. در حقیقت موجودیت آنان به حساب نمی آید و با همین نگرش با آنها رفتار می شود. تحولات اخیر نشان می دهد که نقش کردها در سوریه تا چه اندازه می تواند مهم باشد. کردها باید از حقوق ملی کامل خود در این کشور ناهمگون و چند ملیتی برخوردار گردد. As for the Kurds of Iraq, they have proved to be the most reliable partner. در ارتباط با کردهای عراق آنها ثابت کردند
که قابل اعتماد ترین شریک در شرایط بی‌ثباتی می باشد. آنها در جبهه‌های مقدم نبرد با دولت اسلامی حضور دارد و نیروهای پیشمرگی آنان تنها نیروی نظامی در عراق می باشد که با کمک نیروی هوایی ائتلاف به رهبری آمریکا دستاوردهای قابل ملاحظه‌ای داشتند. منطقه کردستان به رغم تمامی کمبودهایش ثابت کرده که امن‌ترین و از لحاظ سیاسی با ثبات‌ترین و آبادترین قسمت عراق می باشد. دولت مالکی یک سیاست فرقه‌ای به شدت زیان بخش را تعقیب کرد و تلاش نمود که عربهای سنی و کردها و سایر اقلیت‌ها را منزوی سازد. سیاست‌های وی راه را برای جهنمی که مردم عراق همکنون در آن زندگی می کنند هموار ساخت. اگر جامعه بین المللی خواهان آن است که ایده عراق نوین عملی شود، باید به دولت جدید در جهت رها ساختن سیاست‌های مالکی فشار بیاورد و سیاست‌های جامعه هرچه بیشتری اتخاذ کند که در برگیرنده منافع کردها و عرب‌های سنی و سایر اقلیت‌های ملی و مذهبی باشد. And all other ethnic and religious minorities. Kurds in Iraq must be supported. Armed and trained with greater scope. کردها در عراق باید تقویت و تسلیح گشته و با فوریت در محدوده‌ای وسیع‌تر و با سرعتی بیشتر آموزش ببینند. باید مراحل قانونی عقب افتاده برای حل مسائل مورد اختلاف در ارتباط با مناطق از جمله کرکوک مطابق اصل 140 قانون اساسی عراق از طریق یک رفراندومی دموکراتیک و تحت نظارت جامعه بین‌المللی طی شود. با این وجود یکی از مسائل کردها که در جبهه مقدم اخبار بین‌المللی قرار ندارد مسئله کردهای ایران است. کردهای ایران با جمعیتی بین 8 تا 10 میلیون نفر دارای جمعیتی به مراتب بیشتر از مجموع کردهای عراق و سوریه می باشند. Spreading across four provinces in north and northwestern northwest Iran, Iranian Kurds occupy an area twice the size. کردهای ایران با پخش شدن در 4 استان در غرب و شمال غربی ایران در منطقه‌ای به مساحت 2 برابر کردستان عراق سکونت دارد. برای چند دهه حملات بیامان دولت ایران بر علیه کردها بیوقفه ادامه یافته است، اما این تعارضات اغلب نادیده انگاشته شده. کردها یکی از اجزای کلیدی هر گونه جنبش دموکراتیک در کشور هستند. آنها می توانند در یک ایران نوین دموکراتیک و دارای فرهنگ‌های گوناگون مشارکت بسیار برجسته‌ای داشته باشند. جنبش دموکراتیک در ایران که جایگاه کردها در آن غیر قابل انکار می‌باشد، زمینه‌ای است که غرب باید بر آن اتکا نماید. It is ironic that the Islamic State, who are fiercely fighting the Kurds in Iraq and Syria, این نیشخند تاریخ است که دولت اسلامی که با درندخویی بر علیه کردها در عراق و سوریه می جنگد و می کوشد تا با ضربات هرچه سهمگین‌تر تلفات هرچه بیشتری با آنها وارد سازد، در حقیقت خود به تازه ترین پارامتر برای کمک به از بین بردن وضع موجود تبدیل گردیده که 100 سال پیش در موافقتنامه استعماری سایکس پیکو تعیین شده. به نظر می رسد که موافقتنامه استعماری که در سال 1916 عقد شده بود به پایان عمر خود میرسد و در عوض یک نظم منطقه‌ای نوین در حال ظهور است. کردها که در نتیجه مائده لوزان بزرگترین بازندگان جنگ جهانی اول بودند، اکنون پتانسیل لازم برای برنده شدن را دارند. نکته‌ای که در اینجا سعی در بازگو کردنش دارم این است که به رغم شرایط حاکم بر زندگی کردها و سرنوشت غیر عادلانه‌ای که آنها همچنان با آن دست و پنجه نرم می‌کنند، کردها دیگر قربانیان ساده تاریخ نیستند. آنها با عرق جبین، خون و فداکاری‌هایشان در حال ساختن تاریخ خود می‌باشند و در همان حال در پروسه بازسازی سیمای یک خاورمیانه در حال ظهور نقش ایفا می‌کنند. به طور کلی مردم کرد از زمره نیرومندترین مدافعان دموکراسی و ارزش‌های غربی می‌باشند. جنبش‌های ملی کردستان محل اتراق ایدئولوژی‌های بنیاد گرایانه و شیوه های افراطی نیست. ساختن یک جامعه دموکراتیک و آزاد با حقوق برابر برای تمام شهروندان صرف نظر از هویت ملی، مذهبی، جنسی و یا دینی در مرکز توجه این جنبش ها قرار دارد. به کردها دیگر
نباید به مثابه یک خطر امنیتی نگریز. آنان بازیگران سیاسی فعال و مسئول در منطقه می باشند. جامعه بین المللی از تعرض حکومت اسلامی به کردها کاملا آگاه و هوشیار است. دوره انفال و حملات شیمیایی توسط صدام حسین بر علیه کردهای عراق آن هم در سایه سکوت جامعه جهانی دیگر سپری شده. دنیا هم اکنون گوش فرا می‌دهد و باید کردها را چه در عراق، ترکیه یا سوریه و ایران در نبرد برای نیل به حقوق مشروعشان مورد حمایت قرار دهد.